1 آبان. روز اول آبان 89 سایت ویکی‌لیکس در بزرگترین افشای اطلاعات تاریخی نظامی آمریکا 400 هزار سند درباره ابعاد پنهان جنگ عراق را منتشر کرد. مقامات و رسانه‌های رژیم ابتدا با ابراز خوشحالی از این افشاگری‌ها آن را تماماً علیه آمریکا قلمداد کردند و بلافاصله دم گرفتند این سند جنایت آمریکاست. اما کمی بعد که این اسناد جنایت‌های مالکی و دخالت‌های جنایتکارانه رژیم در عراق را هم برملا کرد، صحنه تغییر کرد. در هفته دوم آذر ویکی‌لیکس سندی افشا کرد که نشان می‌داد حکومت آخوندها سالانه مبلغ 200 میلیون دلار به مزدورانش در عراق کمک مالی می‌کند. سپس اسناد متعددی از آبروریزی دخالت آخوندها در منطقه و میزان نفرت کشورهای عربی از آخوندهای تهران افشا شد که روزنامه جمهوری 23 آبان نوشت این یک سایت وابسته به منابع قدرت در آمریکاست و با محافل بعثی و دلارهای ریاض و عناصر مشکوک کانال الجزیره اموراتش می‌گردد و سرانجام در 17 بهمن بود که موجی از اسناد ویکی‌لیکس به افشای هیستری رژیم آخوندها نسبت به مجاهدین پرداخت و اسباب شرمساری حامیان سیاسی آخوندها در جریان خروج نام سازمان مجاهدین از لیست سیاه تروریستی انگلستان را فراهم کرد. دوم آذر. روز دوم آذر وزارت خارجه گامبیا با صدور اطلاعیه‌ای از کلیه عناصر سفارت رژیم خواست تا ظرف 48 ساعت خاک آن کشور را ترک کنند. خبرگزاری فرانسه گفت این اقدام دولت گامبیا با کشف سلاح‌های قاچاق دیکتاتوری آخوندی به نیجریه ارتباط دارد. یک هفته پیش از آن دولت نیجریه گزارش رسمی خود در مورد توقیف کشتی حامل 13 کانتینر سلاح‌های قاچاق رژیم ایران را به شورای امنیت ملل متحد داد.